اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. از اینکه در دقایق آخری این محفل قشنگ زیبا قرار داریم من زیاد وقت نمیگیرم، پیش از اینکه من یک چند نکته توضیح بدم و بگویم، یک شعر بسیار کوچک به همه نونهالای بسیار عزیز و آینده سازانی که انشاءالله اینا شخصیت های شخیص و دانشمند و متخصصین و کادرهای آینده ما خواهند بود، برایشان یک تحفه آوردیم، یک شعر بسیار کوچک و بعد یک چند نکته یادآوری میکنم، انشاءالله وقتتان رو نمیگیرم. سلام سلام بچه ها، خوش آمدید در اینجا. داریم جشن الفبا در این مکان زیبا، آب آبی دریا آبی، ما میخوانیم چه عالی. داستانهای قرآنی آن نور آسمانی، علم و هنر و ورزش، دانشهای با ارزش، همه با هم آماده برای سال آینده، میرویم به صنف دوم با خوشحالی و خنده، دست میبریم پیشی خدا، ما میکنیم شکری خدا. امروز فراغت دانش آموزان بسیار عزیز و گرانمایه را نخست برای پدران بسیار عزیز و گرانمایه ایشان که تشریف آوردن، برای مادران بسیار مهربان و دلسوزشان و برای مؤسسین مکتب انجینر سیب یوسفی که مشاهد هستم که شب و روز زحمت میکشن، تلاش میکنن و خون دل میخرن، و با مدیر پرتلاششان جناب استاد عبیدی که با تمام تلاش و بازی پشت صحنه سخت‌تر است از این بازی که پیش روی شما اجرا میشه اینا انجام میدن برای از اینها و برای استادای بسیار دلسوز و مهربانشان که معلمین حیثیت یا مو سربازایی را داره که در خط نبرد میجنگن، یعنی معلمین این وظیفه را دارن، مدیر هدایت میده و اینا انجام میدن. پس برای از اینها، برای مادران عزیز، برای همه کسایی که تشریف آوردن از صمیم دل تبریک میگویم. دو نکته بسیار اساسی، نخست اینکه ما تعلیم و تربیت میگیم، تعلیم جایی است که معلم برای تدریس، برای تعلیم افراد و اشخاص و مخصوصا شاگردان میپردازد که وظیفه معلم است، اما تربیت که به او پرورش میگیم ساحش وسیع‌تر است، گسترده‌تر است، این وظیفه مادراست، وظیفه پدراست، اولیای محترم است که در خانواده های رسالت را دارند. پس تعلیم و تربیت دو روی یک سکند، اما ساحه تربیت وسیع‌تر است، یعنی شما وظیفه سنگین‌تر را دارین که فرزندانتان را در خانه بیشتر پرورش بدین، بیشتر تربیت بکنین، و به قول پیامبر اکرموا اولادکم و احسنوا ادبهم، شما اولادایتان را احترام بکنین و آداب نیکو را برایشان بیاموزین. پس خانواده نخستین گوهره است که طفل به دنیا میآید، در اونجا مورد پرورش قرار میگیره و بعد به مکتب میآید، یعنی دومین جایی که او را انسان میسازد، او را آدم میسازد، او را در مسیر درست سوق میده، او مکتب است، و کسایی که اینها را پرورش میده معلمین هستند. پس مکتب، خانواده و اولیای از اینها و معلمین، اینا کسایی هستند که وظیفه انسان سازی دارند. امروز ما نهایت ضرورت داریم به نسل تربیت یافته، به نسل بیدار، به نسل آگاه و هدفمند، و این مسئولیت هم به دوش کسایی است که معلمند. معلمم میفهمه که جایگاهش چقدر بلند است. پیامبر ما که چند روز پیش زادروز ولادتشون بود که بجاست که زادروز پیامبر هم برای شما تبریک بگویم، او میگه انما بعثت معلما و انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ما معلم برای میخته شدم و یک معلم هستم تا اینکه ارزش های اخلاقی را به اتمام برسونم. پس این معلمین عزیز ما که با کمترین معاش ولی با اراده، با صمیمیت، با مهربانی میان فرزندان شما را تربیت میکنن، بیشتر از همه شما باید اینا را نوازش بدین، اینا را تقدیر بکنین، اینا را تحسین بکنین. ما یک بار دیگر برای دستندرکاران مکتب اصلاح، برای مؤسس مکتب اصلاح جناب یوسفی سید، برای اولیای محترم شاگردان،
برای مدیر پرتلاش و زحمت کش مکتب اصلاح که واقعا شب و روز زحمت میکشن. من شاهد هستم که از سال 1387 به این طرف اینا مسئولیت پرورش فرزندای افغانستان را دارن در چندین مکتب، از لیسه خصوصی المدینه شروع تا اینجا که مکتب اصلاح نوین است، و انشاءالله که اصلاح بتونه که فرزندان صالح تربیت یافته، فرزندان مبارز، فرزندان علیم و عالم و مجرب را تربیت بکنه که بتونه اینا نسل ما را و آینده های ما را بیشتر پرورش بدن و بتونه که ما از انتحار و انفجار و ناامنی انشاءالله روز شما که نجات پیدا بکنیم. و یک گپی بسیار خستکنه که دیروز حادثه رخ داد، دو کودکی که اونا هم با مکتب میرفتن اونا را ما از دست دادیم. شما دعا بکنیم، خالصانه دعا بکنیم که خدایا ما را از چنین وضعیتی نجات بده، امنیت، صلح، آرامش، آموزش و پرورش را در سرزمین ما حاکم بگردان. السلام علیکم و رحمت الله.